ابوالفضل قدیانی و 11 نفر دیگر از زندانیان سیاسی زندان اوین از روز گذشته در اعتراض به شهادت حالی صحابی و هدا صابر دست به اعتصاب قضا زدند. در همین ارتباط گفتگوی انجام دادیم با زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی از تهران. در خبرها اومده که همسر شما آقای ابوالفضل قدیانی به همراه 11 زندانی سیاسی دیگه در زندان اوین از دیروز دست به اعتصاب قضا زدن. شما فکر میکنید که این حرکت همسرتون و همراهان دربندشون با چه هدفی انجام شده؟ هدفشون این بوده که اعتراضی به جریان قتل هدا صابر و همچنین حاله صحابی باشه. هدا صابر که خوب میدونید همبندشون بوده توی زندان، حالشون که بد میشه میبرن به درمانگاه، تو درمانگاه مورد یغشت قرار میگیرن، توبیهشون میشه و بعد برمیگردن. یعنی با تعلل در حقیقت هم این که مورد یغشت قرار میگیرنشون، هم با تعلل بعد از این که دوباره حالشون بد میان توی بند و حالشون وخیم میشه، با تعلل به بیمارستان میرسون میشه. در حقیقت این که ما شنیدیم 6 ساعت طول میکشه تا اینکه برسونمشون به بیمارستان مدرس. من فکر کنم که هدفشون این بوده که اعتراضی به این جریان و اینکه واقعا حتی حقوق اولیه زندانی ها رو رعایت میکنن. ما اصلا معتقدیم اینا هیچ کدامشون در زندانی های سیاسی عقیدتی گناهی ندارن، غیر از این که خواستشون این بوده که اصلاح بشه جامعه و تمام انتقاد و حرفی هم که زدن در جهت اصلاح جامعه بوده. پس بنابراین اصلا زندانی کردن اینها درست نبوده. حالا زندانیشون کردن حقوق اولیهشون رو رعایت کنن. حقوق اولیهشون اینه که وقتی مریض میشن به درمانگاه‌های تخصصی برسونن، اینا رو به پزشکای متخصص برسونن. یه دکتر عمومی گذاشتن اونجا و متاسفانه اون دکتر عمومی هم که دیدیم وضعیت خدا صابره. اعتراض اونا به این قضیه بوده، به این که به هر حال رسیدگی بشه به این جریان حقوق اولیهشون رعایت بشه و همین که چرا برای خدا صابر اقدامی نکردن، در حالی که اون واقعا دسترسی نداشته که خودش بره دکتر، دسترسی نداشته که وضعیتی که درش به وجود اومده خودش اقدام کنه. پس بنابراین اون کسانی که اینا رو زندان کردن مسئول جون اینا هستن. خب شما به عنوان یکی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی چه خواسته ای از حکومت دارید و یا چه انتظاری از مردم، رسانه ها و سازمان های بین المللی و داخلی دارید؟ خواسته ما اینه که حمایت بشن به زندانی ها، حمایت بشن حکومت که باید اینا را آزاد کنه، واقعا بدون قید و شرط آزادشون کنه، چون اینا کاری نکردن غیر از اون که به قول معروف نصیحت کردن حاکمیت رو. مگه در اسلام رو ندیم که باید حکومت رو حاکم رو نصیحت کرد؟ اینها هم نصیحت کردن. حالا کل حاکمیت ایران رو هم اگر اینها انتقادی بهش داشتن، اگر حرفی زدن، فقط از ذات اصلاح بده. ما انتظار داریم اولا حاکمیت حتما به خواست اینا که رسیدگی به اون، یعنی پاسخگویی به حقوق اولیه زندانی ها هستش، حقوق اولیه اینا هست، پاسخگو باشن، حقوق بشر رو رعایت کنن و از مردم ایران و مردم جهان، حالا اونایی که آگاهی دارن دیگه، میخوان که حتما حمایت بخواد اعتصابشون رو بشکنن، ازشون بخوان، میخوان که بخوان واقعا تمام سازمان های جهانی، سازمان حقوق بشری بخوان که اینا اعتصابشون رو بشکنن، چون واقعا وضعیتشون خطرناکه. اصلا آقای قدیمی حتی روزه نباید توی فصول سرد سال هم روزه نباید بگیره.